شما دوستای LGBT هم به عنوان همکار هم به عنوان دوست نزدیک داشتین. چه پیامی دارین برای مردمی که از ایران دارن این ویدیو رو میبینن و از جامعه LGBT ایرانی هستن؟ ما به نام انسانیت وظیفه داریم به عقاید هر فردی احترام بذاریم، به خواسته هر فردی احترام بذاری. زن و مرد نداره، حتما باید مرد و زن با هم باشن، نه، مهم اینه که من به عنوان یک فرد اجتماع به خواسته روبرویم که با من رفاقت داره، با من دوستی داره، با من سلام علیک داره، با من کار میکنه، با من رو در روه، با من رفیقه، به خواستش احترام بذارم. زن دوست داره مرد بشه، الهی خوشبخت بشه، الهی به خواستش برسه. مرد دوست داره زن بشه، الهی به خواستش برسه. اون چیزیه که در غریزه اونه، اون که چیزیه که تو وجود اون آدمه، تزریقی نیست. با این موقعیت به دنیا اومده، پدر مادرش هم قبول دارن، وقت اجتماع قبول نداره؟ اشتباه نکنیم، چون اون طرف چیزی که در وجودشه باهاش زندگی میکنه. شما چه قبول داشته باشین چه نداشته باشین، در وجود اونه، تو خونه اون آدمه که میره به طرف گرایش های احساسیش. قبولش کنیم، یک انسان قلب داره، روح داره، معرفت داره، شعور داره، مرام داره. من خوب میدونم که این افراد چگونه انسانهایی هستن، پاکترین انسانهای روی زمینن. تو میتونی قشنگترین ارتباط احساسی رو با اینا در کمال اعتماد داشته باشی، مثل من و ماندگار، من و مانا ماندگار. تمام اعتماد منه، تمام اعتبار منه، قلب منه، وجود منه، احساس منه، شده یه شونه‌ای که من دستم رو بگیرم بهش جا خالی نمیده، نداده. دوستای بسیار دیگه ای هم من داشتم و دارم، در سراسر ایران، در سراسر امریکا، در سراسر لندن، در سراسر اروپا دوستانی دارم، که در ترکیه کسایی رو دارم که عشق میدن، عشق میگیرن و واقعیت هم. من حق ندارم آدمی رو به خاطر گرایشی که داره طردش کنم وقتی اون منو دوست داره. این خودخواهی منه عزیزای دلم که من میگم نه، تو حتما باید مرد باشی. حالا ما از مرداش چه خیری دیدیم که حالا بخواهیم آنه این یکی هم مرد باشه؟ البته داریم مردایی که پاک صفتن ها، با اونا کار ندارم، ولی کلن مرد و زن بودن دیگه معنا نداره، مسئله معرفته که هم تو وجود مردش هست هم تو وجود زنش هست. اون معرفته رو داشته باشی قبولی، نه اینکه تو چی فکر میکنی، جنسیتت چیه. به من، به شما هیچ ارتباطی نداره که خواسته و جنسیت یه آدم چیه. مهم مغزشه، مهم بیانشه، مهم گوششه خوب بشنوه، مهم قلبشه برات بتپه، مهم آغوششه که با عشق به روی تو باز بشه، نه با حق بازی و کلک و همینا که پول منو خوردن، گردنا کلوف، سیبیلا اینجوری، مشتی محمود آقا، آقا رضا، همین بیناموسا پولای منو خوردن، سیبیلشون هم برو گوش در رفته. ولی مانا ماندگار 10 سال با من زندگی میکنه، راه دور، ریموت کنترل وجود من دست ماناست، بابتون میشه، همه چیم دست ماناست، چون تمام اعتقاد منه و این آدم از این اعتماد من سوء استفاده نکرده.
تا به امروز که نکرد، این به بعد هم نمیکنه، برای اینکه میدونه من چه عاشقشم. اصلا تو وجودش نیست، تو وجودش کدوم اینه؟ تو وجود یکی بود که من تردش کردم. بگم که نه، دوست دارن زیباترین لباس رو بپوشن، دوست دارن ناخوناش درست، دوست دارن آرایش کنن، دوست دارن زن باشن، دوست دارن لطیف باشن، دوست دارن ظریف باشن. شما میشه احترام بذارید همون گونه که من احترام بذارم. زنده باشن بچه های LGBT. و در آخر از خداوند متعال خودم میخواهم که بچه هایی که به هر حال و روی گرایش دارن و به خواستشون اعتقاد دارن، آرزو میکنم به اون روز برسن و به آزادی کامل در ایران عزیزشون، ایران عزیزم، ایران عزیزمون آزادانه به خواسته هاشون برسن و قابل احترام باشن برای عام، برای مردمی که دیگر خرافاتی فکر نمی کنن و حق رو با عشق به بچه های حق طلب می دهن. همانا بچه های LGBT ایران است که عاشق ایرانن، ولی میتونن از ایران بیان بیرون برن تو اروپا زندگی کنن، بگن من امنیت ندارم تو ایران. مگه نه؟ ولی نمیان بیرون، دوست دارن کنار مردمشون باشن، ولی با اون تفکر. مبارک باش ایرانی در دنیای زن، زندگی آزادی برای تک تکتون آرزوی اول سلامتی، بعد مهر الهی، بعد یک زندگی بی برو برگرد پاک و بی برو برگرد ساده و صادقانه آرزو میکنم و آرزو میکنم که کنار خانوادتون باشین، عشق بدین، هنرمندا رو فراموش نکنین و با احترام یاد کنین. ما از شما چیزی نمیخوایم به جز احترام، که فرهنگ ادب ایران و ایرانی است. پاینده باشید، دوستتون.